بودیم. سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم برای فال چه تصمیمی داره در ارتباط با شما. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تمام زحمات شما سروران کانال هستم. دوستان ببینیم چه خبر است در تصمیمات شخص مورد نظر شما و چه تصمیمی داره در ارتباط با شما عزیزان دل. خب من برای این فال از دو تا انتخاب استفاده میکنیم، از کارت ها استفاده میکنم برای انتخاب، از این کارت های اوراکل لانا استفاده میکنم. بریم ببینیم چه میگن، چه میگویم. خب یکی از این کارت ها این کارت اول هست، انتخاب اول، و این انتخاب دوم هست. خب من کارت ها رو نشونتون میدم عزیزان. انتخاب اول عدد 56 این کارت هست، خب، و انتخاب دوم عدد 50 این کارت هستش. ببین دوستان، انتخاب خوب و بهتر وجود نداره، هر کسی یک جوری انتخاب میکنه. فقط برای دوستانی که نمیتونین انتخاب کنین و شک دارین اینو نگاه کنم اونو نگاه کنم، من میگم همین انتخاب اول مال شماست و فکر کنین انتخاب دوم وجود نداره. برای همین سخن رو کوتاه میکنم و سری و سری میرم سراغ انتخاب اول شما. سلام دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب این کارت بود، عدد 56، هوشمندی. ببینیم شخص مورد نظر شما چه تصمیمی در ارتباط با شما داره. خب عزیزان دل توجه کنین، در این فال من کاری که میکنم مثل همیشه دوستان، اول یک خط انرژی برای این شخص میریسیم، بعد من کاری که میکنم نگاه میکنم که در گذشته چه شرایطی بین شما بوده و در حال چه گونه هستش و چه تصمیمی در ارتباط با شما خواهد گرفت. این کارتو من اینجا میذارم، یک چند تا دیگه از کارت های دیگه من استفاده میکنم، ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه چه چیزی رو بهتون میگن در ارتباط با شخص مورد نظر شما. این کارت رو اینجا میزنم، حرف از چاکرای مقدس میزنه. شخصی هستش که دارم میبینم اینجا دوستان عزیز لحظات سختی رو داره پشت سر میگذاره. اوکی، و ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. کارت بعدی من از آرکان های ماژور استفاده میکنم. یک کارتی اینجا افتاد که برش میدارم و میزنمش اینجا از اون جایی که خودش افتاد، و اینکه باز هم از کارت های بعدی استفاده میشه. ببینیم پا پا پا. شخص هستش که ببینیم پشت کارتا میگه مثبت اندیشی، مثبت فکر میکنه. خب خدا از درش بشنوه. کارتای بعدی رو با هم دیگه نگاه میکنیم. ببخشید. عجب عدسه یک مرتبه در اومد. ببینیم که کارت بعدی چی میگه بهتون. و کارت نوستالژی هستش اینجا. اوکی، حالا بریم ببینیم بعداً کارت های دیگه بهمون چه چیزایی رو میگن. دوستان عزیز توجه کنید، عزیزان در شخص مورد نظر شما اولا که به من اینجا کارت، این کارت میگه آدم خیلی باهوشی هستش. اگر هم شما فکر میکنید که خیلی باهوش نیست و یه مقداری یه جایی شیرین میزنه، بدونین که اینجا شخصی هستش که در ارتباط با شما خیلی خوب فکر میکنه، خیلی داره فکر میکنه، شما در سرش هستین. ببینین اینجا به این صورت، و اینکه به شما که فکر میکنه شور و شعف داره. ببینین کارت چاکرای مقدس که همون چاکرای جنسی هستش افتاده، و حرف از این میزنه که گرایشات و تمایلات و شور و شعفی که این شخص نسبت به شما داره، ممکن هست الان در حال حاضر در یک سکوت باشین یک سریاتون با هم دیگه، یا اینکه رابطه شما یک رابطه مخفی باشه، یا مسائل دیگه، یا اینکه آنچنان ناگفته هایی بین شما وجود داره دوستان که دوتاتون هم متوجه هستین ولی در موردش حرفی نمیزنین. به هر حال اینجا حرف از یک پرده میزنه، یک چیزی مخفی هست این زیر میره.
شخص مورد نظر شما، شما واقعا باز هم این کارت این هستش که دارم فکر میکنم، با به ندای درونی خودم گوش میدم، ذهنش هم اینجا هستش. آدمی هست که نسبت به شما قدرشناس هست دوستان عزیز، و کسی هستش که اگر شما با هم نیستین به گذشته به شما فکر میکنه، و اگر با هم هستین به گذشته باز هم فکر میکنه، و لحظاتی که شاید فکر میکنه که قبلا رابطه‌مون اینجور بود، حالا اینجور رو نمیگم خوب و بد، ولی خب به لحظات قشنگ و زیبایی که قبلا با هم دیگه داشتین فهم کنه حالش رو خوب میکنه این مسائل. خب دوستان بریم ببینیم که حالا با هم دیگه شخص مورد نظر شما چه تصمیمی در ارتباط با شما داره. من اولین کاری که میکنم اول ببینیم که در ارتباط با شما در گذشته چه جور بوده و در حال چه تصمیمی خواهد داشت. دوستان عزیز کارت‌ها رو یه مقدار مخلوط میکن. آپا پاپا دیگه کارت‌ها یه مقداری خیلی دیگه حالا پر حرف دارن میشن. به اون شخص فکر کنیم دوستان عزیز، و اینکه نگاه میکنیم با هم دیگه بریم ببینیم که شخص مورد نظر شما چه خبر هستش. خب بریم ببینیم که در گذشته به چه صورت بوده. در گذشته عزیزان دل دارم اینم که آدمی بوده که دلش میخواسته بسازه با شما، کسی بوده که خودش هم شاید قبلا ساخته بوده، به هر حال کسی که چاکرای ریشه قوی داره و قسمت خیلی مهمی از زندگیش بوده. در گذشته شما واقعا تغییر خیلی بزرگی در زندگیش به وجود آوردین، و برای یک سری ها دوستان مثل این مونه که به این کسی که چاکرای ریشه قوی داره میلرزه ولی خم میشه ولی نمیفته. اینجا دارم ببینم که شما واقعا دوستان عزیز کسی بودین که به این شخص یک جان دوباره میدادین و نظرش این بوده که، و اینکه پتانسیل ساخت و ساز رو در شما میدیده دوستان. اوکی؟ و آدم خیلی مستقلی من اینجا دارم میبینم، و میلش بر این بوده که جایگاه هر کسی در این رابطه مشخص بشه، همه چیز روشن باشه، با اینکه دارم میبینم که پنهانی هایی توی در ارتباط شما دو نفر با هم دیگه وجود داره. خب بریم ببینیم که در ارتباط با رابطه چی شد یه مرتبه در گذشته. خب در ارتباط با در گذشته شخص مورد نظر شما احساس میکرده که شاید در این رابطه حالا خیلی خیال پردازی کرده، با اینکه بذارم میبینم که برای همین روشن سازی هایی میخوام انجام بدم، جایگاه هر کسی رو مشخص کنم، و اینجا دارم میبینم که نمیخواسته در سراب بشه، نمیخواسته اشتباه کنه، خیلی متفکر بوده در ارتباط با این رابطه. یک سکوت هم من اینجا میبینم، ممکن استش که در گذشته شما یک سریاتون یک بریک داشتین یا یک جدایی داشتین با هم دیگه. ببینید آدمی که میترسیده که در این رابطه اشتباه کنه دوستان، حالا به چه دلیل من نمیدونم، برای چی آدم اول خوشحالیم بعدش یه مرتبه ناراحتیم، میگیم حالا بکشیم کنار یه مرتبه بریم به قول معروف جاده خاکی ببینیم که چه خبر میشه. حالا احساس میکنم که این شخص هم نمیخواسته اشتباه کنه، و اینکه هم شما در سرش بودیم فانتاست داشته نسبت به شما، همین که باید فکر کنم، حالا بذاریم من یه خورده فکر کنم، حالا بذاریم تا من بشینم ببینم چه خبر هستش. بس گذشته ای که در اون دارم اینم رابطه شما ممکنه سردتر بوده دوستان، و ببینیم برای چی در ارتباط با شما. ببین شما رو میبینه کسی که شاید خیلی انرژی خیلی زیادی دارین، شور و شعف خیلی زیادی دارین، و انرژی شما ثابت نبوده، این ثباتی آنچنان در انرژی شما نمیدیده، و این باز هم چرخی که داشته میچرخیده، ولی دارم شما رو میبینم که اینجا از نظر این شخص کسی هستین که همه چیز رو سر راهتون میترکونین میره، نه اینکه به صورت بد، آدمی از این پر از انرژی حرف میزنم و آدمی پر از شور و شعف، و همچنین خیلی به سمت این شخص شما رو میدیده به سمت خودش خیلی با انگیزه و حتی تمایلات فیزیکی دوستان، و بله و شما رو میدیده با همین احوال که دارم میدن، این انرژی ثباتی نداره، ولی دارم میبینم که شما رو میدیده بسیار خوب و خوشحال در رابطه با خودش دوستان، و حس میکرده که در رابطه با خود شما فکر میکردین که این جفت الهی هست که وجود باید داشته باشه. خب حالا بریم به هم دیگه ببینیم که شخص مورد نظر شما، باز هم من این کارت ها رو با یک دسته دیگه از کارت ها میپوشونم دوستان، بریم ببینیم که این دسته از با سیمبولون میپوشونم بشه، ببینیم که در گذشته چه خبر بوده، و بعدش میریم سراغ حال ببینیم که چه تصمیمی در ارتباط با شما میگیره دوستان عزیز. اوکی؟
بله. ببینید شما کسی بودین که من احساس میکنم که حالا یا به صورت به قول معروف متقابل هر کدوم از شما مثل یک مرشد، مثل یک هادی و اون یکی مثل یک شاگرد بوده. و یک جاهایی من احساس میکنم یکی از مخصوص شاید شما باشون دوستان عزیز، شاید حالا خیلی دیگه خیلی شور قضیه در اومده که خیلی من دیگه حالا معلم بازی در ارتباط با تو انجام دادم و اینکه خیلی دستورهایی رو دادم و خیلی کنترل‌هایی رو انجام دادم که اینجا کسی که نمیخواست تحت این کنترل‌ها باشه. خب نمیخوام تحت این کنترل باشم. حالا ممکن هستش که اون شما رو اینجوری میبینه که شما نمیخواستین تحت کنترل این شخص باشین دوستان. خب ببینیم کارتای دیگه بهتون چی میگن در ارتباط با این شخص. خب رابطه رو میدونه، رابطه پر از آتش، پر از تمایل، پر از شوق و شعف. ببینید تمایلات متقابلی که با هم دیگه داشتیم، نسبت به هم دیگه داشتیم. ولی توجه کنید این کارت به هر حال کارت شیطان، اینجا شکل شیطان هست و پشت این کارت اینجا میگه که ترس‌هایی وجود داشته دوستان. اوکی؟ ترس‌هایی وجود داشته، غرور هم وجود داشته، مثل دوتا تیتان به قول معروف که در یک زمین با هم دیگه. ببینیم همیشه میگن جای دو درویش در گریمی میگنجد و دو پادشاه در اقلیمی نمیگنجند. مثل این میمونه که دوتاتون دوتا شخصیت خیلی خیلی قوی وجود داشته. خب و کارت بعدی دوستان عزیز ببین، آره با همه این احوال که دارم میدم شما رو میدیده که خیلی آدم پر انرژی، ولی متوجه هم بوده که زندگی برای شما در مقایسه با دیگران آنچنان دوستان برای شما آنچنان آسان نبوده و دست و پای رو از شما شکل مونده و شما سعی میکردین که با شرایط، حتی با شرایط این شخص خودتون رو وقف بدین. خب عزیزان دل، حالا ببینیم با هم دیگه در حال حاضر شرایط چگونه هست و چه تصمیمی در ارتباط با شما داره شخص مورد نظر شما، چه تصمیمی در ارتباط با شما داره. ببین دوستان، جای شما یک جاهایی توی زندگی این شخص خالی هستش. چرا دارم این حرفو میزنم؟ ولی اینکه با هم دیگه باشین کم، اگر با هم هستین این شخص احساس میکنه که کمبودهایی در زندگی به قول معروف در رابطه شما دو نفر با هم دیگه وجود داره. اگر با هم دیگه نیستین دوستان عزیز، توجه کنین که جای شما خیلی خالی هستش و شخصی هستش دوستان که دارم میبینم که واقعا دل شکسته ای داره. برای یه سری واقعا گریه میبینم در ارتباط با این شخص. عزیزان دل بریم ببینیم کارت بعدی بهتون چی میگه. بله، یک تغییر اساسی در رابطه شما به وجود اومده و در روح و روان این شخص هم به وجود اومده. ببین یک چیز سختی گذشته، مثل اینکه بر شما دو نفر دوستان، من نمیدونم یا این شخص در زندگی خودش اتفاق خیلی سختی افتاده بوده که این مسئله الان. ببینید آدمی هستش که حس، ببینید اصلا چجور بهتون بگم، خالی خالی هستش. خب و اینجا برای من کارتی افتاده که کارتی که احساس میکنم که یک تغییر بزرگ به وجود اومده و خیلی خیلی به قول معروف این شخص مثل قبل نیستش. خلاف‌های بسیار بزرگی درش الان وجود داره. چه اتفاقی افتاده شما خودتون بهتر میدونی، حالا یا با هم هستین میدونین بهتر یا بی هم هستین و اینکه ازش اطلاع ندارین. خب ببینیم که بله، من ترجیح میدم که کارت آخر رو بریزم. کارتا اونجوری دوستان جواب من رو نمیدم، ولی من چیزی که اینجا دارم میبینم این هستش که آدمی هستش که
داره تصمیمی رو میگیره، یعنی الان از نظر تصمیم گیری میدونه که میخواد با شما اینجا در این رابطه یک جان دوباره بگیره. ببینید کارتی که این بالا بود اول اومده اینجا نشسته، یعنی که من دلم میخواد در این راه جدیدی که در نظر گرفتم بعد از این حالت حال بدی که این شخص داره. الان دوستان عزیز توجه کنین، این شخص میده به این داره که با خودش صداقت داشته باشه، یا اینکه بشینین با هم دیگه مکالمه کنین، همه چیز رو روشن کنین و دلیل این یه چیزی اینجا من نمیبینم که درست کار کنه. اینجا یه چیزی خراب شده، حالا یا واقعا از هم جدا هستین، یا مشکلاتی در زندگی هر کدوم از شما وجود داره، یا با هم دیگه مشکلات خیلی اساسی دارین. اینجا دارم میگم در این شخص یک چیزی تغییر پیدا کرده و چیزی که تغییر پیدا کرده باعث شده که این شخص الان دارم میرم به چه سمتی میره، به سمت این داره میره دوستان که با خودش صداقت داشته باشه، با شما صداقت داشته باشه و اینکه بشینین با هم دیگه شاید حرفی بزنین و یک جان دوباره گرفتن از اول شروع کردن. من احساس میکنم که این شخص به نسبت به این رابطه با شما خیلی به هر حال متمایل هستش و اینکه میل بر این داره که پاشه و کارهایی رو انجام بده و اینکه آمادگیش رو داره. تصمیمی که میگیره دوستان اول از همه این هستش که ببینین این کارت میگه که حاجت روایی برای من، کارتی هستش که خوب و خوش و خرم باشیم. تصمیمی که میگیرم در ارتباط با تو این هستش که من یک تغییر اساسی رو باید اول در خودم به وجود بیارم. آنچرا که خراب و قدیمی هست که بین من و تو هم هست، هم در درون من هست و هم در بین من و تو هست، اون رو باید فرو بریزم دوستان. اوکی؟ و برای اون احتیاج به زمان داره دوستان عزیز. توجه کنید کارت آسانی نیفتاده اینجا. دو تا آرکان ماژور هستن و یک مینور. بهترین مینور برای که خوب و خوشبخت باشم یا باشیم، خب من یک چیزی رو باید فرو بریزم، یک سری از مسائل بد رو باید چیکار کنم، از بین ببرم. حتی احتمالی که این شخص بیاد روی حرفایی که اینجا بهتون گفتم در ارتباط با مسائلی که براش مشکل زا بوده یا اینکه حالش رو بد کرده با شما صحبت کنه و حتی ممکن هستش که التیماتومی رو به شما بده. خب پس تصمیمی که میگیره یک تغییر اساسی دوستان برای خوشبخت بودن. خب حالا من میخوام ببینم که منظور چه چیزی هستش این. اوکی، برای که درست با هم دیگه بسازین دوستان عزیز. اوکی، برای که درست با هم دیگه بسازین. قصد ساخت و ساز، ببینید این کارت همیشه حرف از ساخت و ساز میزنه. برای یک سری ها دوستان امکانه که این شخص بگه بریم با هم دیگه یه تراپیست رو ببینیم خیلی زیاد هست. اینجا قدرت دارم میبینم. خب حالا باز هم من این کارت ها رو میپوشونم با کارت های دیگه، ببینیم کارت های دیگه بهتون چی میگن. با این کارت های سیمبولان ادامه میدم. ببینیم نسبت به شما بهتون گفتم دل این شخص اگه با هم دیگه نیستی دلش برای شما تنگ شده دوستان عزیز. اوکی، دلش برای شما تنگ شده و اینکه میل ببینید بهتون گفتم اگر با هم نیستین دلش تنگ شده، اینجا کسی هستش که شما رو خیلی عالی میبینه. یک تغییر اساسی در درون این شخص به وجود اومده و این یک تغییر اساسی ممکن هستش که در ارتباط با شما، در ارتباط با این هستش که میخوام با تو خوشبخت بشم، برای که شاید باید روی یک چیزایی همونجور که گفتم اینجا هم باید با هم دیگه کار کنیم. من تک تنها نسبتش بر نمیام. ببین باز ققنوس افتاد، دقیقا این کارت هم میتونم بهتون بگم ققنوس هستش، یعنی که تغییر و تحولی که باید در این رابطه به وجود بیاد و اینکه جان دوباره گرفتن این رابطه. برای که ببین باز هم یک پرنده افتاده، پرواز کردن و اوج گرفتن از آنچه که قبل بودیم و به سمت بهتری رفتن. ببینیم که بله، ببین که کارتی هستش که میگه که اینجا حرف از عشق میزنه، حرف از باز هم جای تصمیم میگیرم جایگاهی که به تو در زندگی خودم میدم دوستان. برای سری ها ممکن است ازتون بخواد که مادر یا پدری بشین برای فرزندانش. بله و اینجا دارم ببینم که خودش هم داره با یه مقدار من احساس میکنم که سعی میکنه که شاید نگاه و نظر دیگران رو در ارتباط با شما در نظر نگیره و اینکه سکوت کنه در ارتباط با دیگران، خب شما رو مخفی کنه شاید در ارتباط با دیگران. عزیزان در این چیزایی بود که من میتونستم بهتون بگم. پس آدمی هستش که قصد داره اگه که با شما باشه جایگاهی رو مشخص کنه، معین کنه، به شما بده، یک سری مسائل رو باهاتون صحبت کنه، ولی اینکه التیماتوم بده، یک تغییر اساسی رو میخواد به وجود بیاره. دوستان عزیز این فایل شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار
روزگار خوش عزیزان دل و تا فال دیگه خدا نگهدار. سلام به دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب این کارت بود حرف از تمرین میزنه. من این کارت رو اینجا میزنم و بقیه کارت ها رو میچینیم دوستان با هم دیگه. خب بعد بریم ببینیم با هم دیگه این حالا کارت چه چیزی هستش. حرف از این میزنیم تمرین، حالا یا اینکه واقعا ببینیم رنگش نارنجی هستش، حرف از شعف شور این چیزا میزنه، حرف از اینکه داره خودش رو آماده میکنه. حالا شاید حالا بریم ببینیم کارت های دیگه بهتون چی میگن عزیزان دل. یک کارت خودش افتاد، اینو اینجا میذارم. پشت کارت ها چه چیزی رو میگه؟ اپ، میخواد قدمی رو برداره، کاری رو انجام بده. کاری رو که دارم میبینم اینجا میخواد انجام بده، کاری هستش عزیزان دل که به قولن پر از انگیزه هستش و روش کاملا فکر کرده و حساب کتاب کرده و الان میخواد اقدامی رو انجام بده در ارتباط با شما. خب ببینیم کارت بعدی رو چی میگه. این خط انرژی خانی هست در ارتباط با شما و بعد میریم با هم دیگه کاری که میکنیم. یه خط من میریزم برای گذشته، در مورد گذشته در ارتباط با شما چه تفکراتی رو داشته و در همچنین رابطه با شما و بعد در حال نگاه میکنیم تصمیمی که میخواد در ارتباط با شما بگیره. خب ببینیم با هم دیگه چه خبر هستش. و ما این در چه حس و حالای اینجا هست. اپ اپ اپ. خب برای عزیزان دسته اول یک کارت دیگه هم کشیده بودم و کارت حلزون افتاد دیگه، الان نمیتونم بگم اینجا دونده هست، این پشت حلزون بود. اوکی ببینیم حلزون دونده. خب اوکی خب دوستان عزیز اینجا توجه کنین، شخص مورد نظر شما آدمی هست که دارم میبینم که در حال تکاپو هست، در حال حرکت هستش، کسی هستش که پر از انرژی هستش، پر از قدرت هستش و اینکه هم مغزش خوب کار میکنه هم جسمش خوب کار میکنه و اینجا دارم میبینم که حرف از یک شفای روحی و یک شروع دارم میبینم اینجا میزنه. ببینین یک دلش میخواد در ارتباط با شما توجه کنین، کسی هستش که به نظر من میده اگر ابو از هم جدا هستین میل بر این داره که یک شروع داشته باشین برای هم دیگه. دو تا کارتی هست که حرف از شروع میزنن، هرچند که این کارت برای من توی مسائل احساسی آنچنان مطلوب نمیبینم ولی مجموع کارت ها این حرفو میزنه که ببینید آدمی هستش که میخواد با شما حالا یک جورایی یک جبران هایی رو بکنه، یک شروعی رو داشته باشه دوستان عزیز که فعلا نمیدونه چه جوری، برای که اینجا دارم میبینم نمیدونه فعلا چجوری، فعلا خیلی خوشحال هستش از این مسئله و دلش میخواد که یک شتابی بده، حرکتی بده و اگر با همدیگه هستین میلش بر این هستش که شاید این رابطه رو به یک سطح بالاتر بیاد. حالا اگر بهتون بگم در ارتباط با تعهد باشه، این کارت کارتی نیست که حرف از تعهد بزنه، بیشتر فرار از تعهد هستش ولی میخوام حرکتی کنم در راستای تو و خیلی خوشنود هست از این مسئله، خوشبین هست و اینجا حرفی که میزنه تحت سلطه بودن، آیا میخواد شما رو تحت سلطه خودش در بیاره یا اینکه این شخص فکر میکنه که اوکی همه اینا خیلی خوب هستش ولی مستقیم دارم میرم چی دارم میرم تحت سلطه این شخص، برای همین هستش که شاید این تعهد رو نمیخواد، وگرنه امکان این که این شخص در کنارش کسی باشه که این شخص رو تحت سلطه خودش تحت تاثیر داشته باشه زیاد هست دوستان. خب بریم ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه چه چیزی رو بهتون میگم در ارتباط با شخص مورد نظر شما دوستان عزیز. خب من
نظر من این خودش هستش دوستان، که آدمی هستش که میخواد به قول معروف همه رو تحت سلطه خودش در بیاره و شاید شما رو. این حس منه که بهتون میگه. حالا بریم ببینیم که کارتای دیگه بهتون چی میگن. خیلی بهتون فکر میکنه، چه با هم باشین چه بی هم باشین دوستان عزیز. اوکی، ببینیم چه خبر هستش در ارتباط با شما الان فعلا. در گذشته است دوستان. اوکی، خب من کارت رو میریزم. ببینیم چه خبر هستش اینجا. خب دوستان، شخص مورد نظر شما در گذشته دیدگاهش بر این بر نسبت به شما این هستش که دلش نمیخواسته که توی احساسات باشه. اینجا من دارم میام در گذشته، حرف از گذشته ببینم میزنم. این کارت ها حال هستش و کارت های بعدی حال میاد و تصمیماتی رو گرفته. ممکن هستش که یک سری از اینا تصمیم بر این داشتن که یک بریک یا یک ایست بشن، برای اینکه نمیخواسته اشتباه کنه. من اینجا آدمی میبینم که در گذشته نمیخواسته اشتباه کنه. همونجور که گفتم آدمی هست که شاید همه چیز باید تحت تسلطش باشه و اینکه قصد اشتباه کردن رو ندارم و میخوام تصمیم بگیرم بر اساس واقعیت. و شاید تصمیمی که گرفته بوده دیگه نمیخواسته، آدمی بوده که نمیخواسته از سر تصمیم خودش چیکار کنه، حرکت کنه و جای دیگه بره، جلوتر بره. باید بدونید که رابطه شما با هم دیگه رابطه کارمیک هستش و رابطه کارمیک رابطه خیلی مشکلی هستن دوستان. و اینجا دل شکسته رو دارم میبینم. ببین دل شکسته یک حس خیانت دو جانبه اینجا هستش. من احساس میکنم رابطه‌ای بوده که واقعا سرنوشت شما رو به هم دیگه وصل کرده، ولی از جانب دیگه دردهای بسیار زیادی شاید دو نفر به هم دیگه وارد کردین، یا یک نفر از شما حداقل دردهای زیادی رو به اون یکی وارد کردین. این چیزی هستش که حرف شخص مورد نظر شما رو دارم میخونم. و این شخص دارم میبینم که شما رو کسی میدیدی که پر از قدرت دوستان، پر از به قول معروف راه حل آدمی هستین، که شاید میدیدی که شما یک قدرت خارق العاده ای رو هم دارین و همچنین شما رو خیلی با رگ و ریشه میدیده. شما رو میدیده آدمی مستحکم دوستان، چاکرای ریشه مستحکم، خانواده مستحکم، خودتون آدمی مستحکم. به هر حال اون چیزی که شما بودین رو خیلی قشنگ و زیبا میدیده از دید خودش این شخص. خب حالا من این کارت های بالا رو میپوشونم با سیمبولون و اینکه بریم ببینیم که سیمبولون چه حرفی رو در ارتباط با این شخص به شما میزنن دوستان. آدمی بوده که در گذشته دوستان عزیز توجه کنید، خیلی من اینجا دو دل میبینم، شخصی که دو دل بوده ولی با همه این احوال در ارتباط با شما سعی میکرده خودش رو وقف بده. دو چهره من میبینم، دو تا علائمی هستن که اینجا برج اسفند و برج خرداد که دو تا چهره هستن دوستان. یعنی که خودم رو وقف میدم. ببینیم در برج اسفند دو تا ماهی هستش، برج خرداد دو نفر هستن. و اینکه دارم میبینم که با اینکه شاید به شما خیلی فکر میکره ولی به خودش آنچنان آزادی عملی رو نمیداده دوستان عزیز که بخواد بیشتر از آنچه که باید حرکت کنه. شاید همون آزادی عمل ندادن، همون محدودیت های فکری که این شخص در ارتباط با شما داشته. رابطه رو رابطه بسیار معنوی این شخص میدیده دوستان، ولی رابطه ای که ببینین از همدیگه دور شدین. رابطه معنوی آرام. ببین بهتون گفتم یک رابطه کارمیک، یک رابطه معنوی دوستان. باز هم یه برج اسفند جا افتاده. یکی از شما خیلی مغرور بوده این میون دوستان. خب ما بریم ببینیم که شما رو آدمی خیلی با تجربه، آدمی سختی کشیده میدیده اینجا. اوکی، آدمی که درس گرفتین از زندگی و آدمی هستین که شاید
از این به بعد نمیدونم حالا چه کار خواهیم کرد، ولی خب به هر حال شما رو در گذشته شخصی میبینه که خیلی خیلی درس آموختیم و باز هم این کارت هم باز هم برای من حرف از یک آدمی میزنه، یک شخصی میزنه که شما رو قبلا در تناسخهای دیگه شاید میشناخته، دوستان همون روابط کار میکی که ما در ارتباطش صحبت میکنیم. خب بریم ببینیم که کارت های بعدی چی بهتون میگن در ارتباط با شما عزیزان دل و شخص مورد نظر شما. خب بریم در حال حاضر چه تصمیمی میگیره برای شما دوستان عزیز، ببینیم که اولاً اوکی برای من آدم عجیبی رو من اینجا میبینم، برای اینکه ببینین عزیزان دل شما برایش خیلی آدم خیلی مهمی هستین. یک دو سه تا اینجا آرکان ماژور بود، اینجا یکی و دو تا باشون روش رو آرکان ماژور اینجا حرف میزنه، پس اینجا سه تا بالا و دو تا پایین، پنج رو آرکان ماژور یا تاروت کبیر دارم. شما آدم مهمی براش هستین و رابطه مهمی بوده. ببین آدمی هستش که دارم میبینم که واقعا اون هم در ارتباط با شما چیزی در درونش مرده. ببین احساساتش نسبت به شما خیلی تغییر کرده دوستان. خب حالا آیا این شخص احساساتش، حالا من میگم احساساتش مرده؟ نه عزیزان دل، احساساتش من فکر نمی کنم مرده. من احساس می کنم یک تغییر اساسی الان در حال حاضر در وجود این شخص در ارتباط با شما به وجود آمده. آدمی هستش که دوستان احساس می کنه که این رابطه در اون عشق زیاد هستش، غم جدایی دارم می بینم، حداقل برای این شخص دوستان این کارت کلن کارت غم جدایی هستش. حالا احساس می کنم که خیلی از شمایی که دارین این فالو نگاه میکنین در یک جدایی هستین و یک انتظار دارم میبینم. من احساس میکنم هر دو جانب انتظار یک مسئله رو داشتین، ولی اینکه یک سری شما به من میگیم باش تماس گرفتم محلم نداد. یک سری ها عجیب و غریب رفتار میکنن دوستان، و اگر بدونیم به چه دلیل زد و نقیز اون جوری که شاید من میخواستم تو با من تماس نگرفتیم. مثلا بهتون میگم آدمی هستش که دارم میبینم که رابطه رو میبینه یک فاصله ایجاد شده، یک خستگی ایجاد شده، یک احتیاطی ایجاد شده و یک انتظار و یک غمی رو من اینجا دارم میبینم. اوکی واقعا نوستالژی گذشته خیلی شخص به شما فکر میکنه دوستان و خیلی ناراحت هم میشه وقتی که به شما فکر میکنه. و اینجا من کسی رو دارم میبینم دوستان عزیز که قصد صحبت رو داره. صحبت به چه قصدی؟ تصمیمش بر این هستش که بیام با تو صحبت کنم برای خوشبختی. اوکی برای که با هم خوشبخت باشیم و با هم شاید یک چیز رو زیبا با هم دیگه بسازیم. حالا امیدوارم که سیمبولان همچون چیزهایی رو تایید میکنن دوستان عزیز. و من واقعا یه وقتایی در ارتباط با یک سری از فالها خیلی متاسف میشم، خیلی متاسف میشم. شما نمیدونین تا چه حد من شماها رو یک سریاتون در این کارت ها میبینم دوستان، که میدونم داستاناتون رو میدونم، اینجا میدونم که یک سری از افراد هستن که متاسفانه دیوگانه رفتار میکنن. خب الان ببینین دوستان عزیز این شخص ترس هایی رو داره، حالا بعدم براتون در ارتباطش صحبت میکنم. خب من دلم میخواد این کارت رو یه مقدار روشن‌ترش کنم، این منظورش چه چیزی هستش. بله توجه کنی
عزیزان دل، این شخص توجه کنین تحت تاثیر انرژی های ماورای طبیعی هستش و الان خودش دست به دعا هستش که اینها از بین برن دوستان، اینها ازش دور بشن. من احساس میکنم که این شخص حالا داره یه پاکسازی ها رو یه جورایی خودش انجام میده. در ارتباط با شما دست به دعا هست دوستان عزیز. خب به شما فکر میکنه، حالا این رابطه با شما عزیزان دل، یا این به نظر من این خودش هستش که زندانبانه به هر حال شما هستش. به نظر من اینجور هستش، همجور بهتون که بهتون گفتم این آدمی هستش که میخواد تسلط داشته باشه، شخصی هستش که در واقع میخواد شما رو برای خودش داشته باشه و اینجا جلوی دیگران به شما بباله. مجبور شدم یک کارت دیگه بخوام بکشم براتون و اینجا به دوستان توجه کنید، آدمی هست که میخواد با اینکه این فاصله بین شما، ببینید فاحش هستش، دلش میخواد این ریسک رو انجام بده و به سمت شما بپره دوستان. و ببینید آنچه که خراب است بین من و تو، اون رو بیا بذاریم کنار و اینکه با هم دیگه یک شروعی داشته باشیم درست حسابی. خب بسیار عالی و خوب، گوش پشت کارت رو نگاه کنین، جام عشق اینجا افتاد دوستان عزیز. بسیار خوشحالم عزیزان دل، من فالهای خوب خیلی دوست دارم هرچند که این فالها فالهای عمومی هستن. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش دوستان و تا فال دیگه.